روزنامه العاصمه چاپ قاهره پایتخت مصر با انتشار گزارشی به حال و هوای جالب رمضانی به ویژه در شبهای قدر در مقام رأس الحسین علیه السلام در قاهره پرداخت. در بخش از این گزارش آمده هزاران شهروند مصری با هدف احیای شبهای قدر راهی مقام رأس الحسین علیه السلام شدند و حال و هوای روحانی و معنوی ویژه و خاصی را در این مسجد به وجود آوردند. این گزارش افزود حضور زائران در این مقام شریف محدود به شبهای قدر نبوده، بلکه در طول ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از محبین در این مکان حضور یافته و می‌یابند. فرماندهی عملیات مشترک عراق روز گذشته سه‌شنبه از انجام حملات هوایی علیه سنی‌های تندروی داعش در منطقه عملیاتی کرکوک و کشته شدن 4 تروریست خبر داد. در بیانیه کوتاهی از فرماندهی عملیات آمده که خلبانان عراقی با هواپیماهای F-16 عملیاتی را در منطقه کرکوک انجام دادند که منجر به هلاکت 4 تروریست شد. دانشمندان بعد از 50 سال موفق به ثبت واضح‌ترین اسکن‌های مغزی شدند که تاکنون به ثبت رسیده است. تصاویر MRI جدید حدود 64 میلیون بار واضح‌تر از تصاویر هستند که معمولاً در روش‌های سنتی از مغز گرفته می‌شود. حدود 50 سال قبل پال لاتربر شیمیدان آمریکایی اولین تصاویر MRI مغزی را ثبت کرد. نمونه‌های موفق از طرح‌هایی برای حفظ محیط زیست در مساجد مختلف جهان مسلمانان را بر آن وامی دارد تا پایداری محیط زیستی را به ویژه در ماه رمضان سبز ترویج کند. گفتنی است بسیاری نمی‌دانند آموزه‌های زیست محیطی در قرآن و احادیث نبوی می‌تواند برای محافظت از کره زمین ایفای نقش کند. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر مزار شریف در شمال افغانستان کمک های نقدی ماهانه خود را میان خانواده های ایتام این شهر توزیع کرد. این اقدام نیکوکارانه و بشردوستانه که روز دوشنبه 26 ماه مبارک رمضان انجام شد، مانند ماهای گذشته زیر نظر مسئولان دفتر آیت الله العظمی شیرازی صورت گرفت و صدها خانواده یتیم از این کمک ها بهره مند شدند.